إنهم لا يعرفون إبليس والشيطان. أعوذ بالله. هست إنساني كي مرفوع القلم باشه اینا اینطوری هست. خب چون در جهی میرسانو که میگن دستا تکلیف از ما سقوط کرده، هر کار بکنی بکنی. اونها ابلیس رو نمیشناسند و شیطان رو اصلا نمیشناسند. قیس المواب العلیه لنفذی الرندی جلد 2 صفحه 153 و همچنین جمهورت الاولیا از منوفی حسینی جلد 2 صفحه 241. وقتی ابلیس رو نشناسند، شیطان رو نشناسند، یعنی که شیطان باشون کاری نداره. هست یعنی که ملائکه هند اینا. چه ادعای گزافیه. ما خلق الله خلقا اهون عليهم من ابلیس. خداوند مخلوقی مهینتر و بی ارزشتر از ابلیس برشون خلق نکرده. و اگر خدا دستور نمیداد که، یعنی اینا ابلیس یعنی چی مهینتر و بی ارزشتر؟ یعنی که ابلیس باشون نمیتونه کاری بکنه، ابلیس اصلا سراغشون نمیتونه بره. ولذا جمله بعدش شرحش میده که اگر خداوند بهشون دستور نمیداده بود که از ابلیس پناه بجویید، ما اینا این کارو نمیکردم. هر مؤمنی مکلفه که در هر وقتی که وسوسه بهش میاد، همیشه حتی به دور وسوسه بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نگه لعنت بر شیطان، لعنت بر شیطان، اونو جدیتر میکنه. چون خوشحال میشه که شما اذیت، اون تونسته شما رو اذیت کنه. اما تا بگی که از شیطان به خدا پناه میبرم، پودر میشه، خاک میشه، میره، میدوه. اینو این سخن غرور آمیز و تکبر آمیز و قیس المواهب العلیه جلد 2 صفحه 153 نقل میکنه.